در این ویدیو در مورد نظافت دهان و سالم نگه داشتن دهان و دندان ها صحبت می کنم. امیدوارم این موضوع مورد توجه شما قرار گیرد. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و همچنان در مورد مطالب و موضوعاتی که از این دریچه پخش می شوند نظر بدهید. دهان سالم، زندگی شاد. نظافت دهان. دهان و دندان دریچه سلامت عمومی هستند، زیرا سلامت آنها برای سلامتی و تغذیه بدن بسیار مفید می باشند. بسیاری از بیماری ها که بر روی سیستم های مختلف بدن تأثیر می گذارند بر روی دندان ها و لثه ها فعالیت دارند و این معنی که توجه دوره‌ای به معاینه دندان و دهان ممکن است در تشخیص زود هنگام بیماری ها کمک کنند. دندان های سالم برای ظاهر صورت بسیار مهم هستند، چون دندان ها نه تنها لبخند شما را ترسیم می کنند بلکه نشان دهنده شکل کلی صورت شما نیز هستند. میزان بیماری های دهان و دندان در کودکان و بزرگسالان در بین گروه های جمعیتی فقیر و محروم بالا است. گسیدگی دندان و سایر بیماری هایی که بر لثه و در ایجاد بیماری های پریودنتیت که شایع ترین بیماری های دهان است تأثیر دارد. درد دندان یا از دست دادن دندان به دلیل سوراخ یا سایر بیماری های دهانی می تواند در جویدن غذا مشکل ایجاد کند و منجر به مشکلات هضم غذا و همچنین مشکلات گفتاری و تلفظ شود. دندان ها یک قسمت سفت، آهکی و سنگی شده است که توسط ربات های استخوانی احاطه شده و به بافت نرم لثه متصل می شود. دندان ها به چندین شکل، نوع و نام در کام بالا و پایین تقسیم شده اند. نام دندان ها: دندان های شکاف، دندان های نیش، دندان های آسیای کوچک و دندان های آسیای بزرگ. انواع دندان ها: دندان های طفیلی یا دندان های شیری تعداد آنها 20 تا هستند و تعداد دندان های دائمی 32 تا هستند. یک فرد دارای 4 دندان آسیای بزرگ است که دندان عقل نیز نامیده می شوند. در سن 17 تا 25 سالگی جوانه می زنند، بیشتر آنها در زمان رشد یا جوانه زدن دردناک هستند. آناتومی دندان: دعاب، مینا، لایه یا لبه، عاج دندان، مغز ساقه، لثه ها، استخوان، کانال عصب، رگ های خون و اعصاب، عاج دندان و ریشه دندان. پوسیدگی دندان: پوسیدگی از انواع مختلف باکتری ها تشکیل شده است. آنها مضرات هستند که به سطح دندان می چسبند. تجمع باکتری ها از سطح لایه دندان ها در نقطه ملاقات بین لثه ها یا دندان ها آغاز می شوند. در ابتدا به طور طبیعی قادر به دیدن لایه باکتری نخواهید بود. اگر از مسواک استفاده نکنید، باکتری ها همچنان تکثیر می شوند تا آنجایی که به نقطه برسند لایه باکتریایی توسط چشم دیده شوند. اگر لایه باکتریایی با استفاده از مسواک منظم برداشته نشود، لایه نرم باکتریایی لایه سخت تبدیل می شوند که فقط با درمان دندان پزشکی قابل برداشت است. تجمع لایه های باکتری منجر به پوسیدگی دندان و بیماری لثه می شود. پریودنت، بیماری پریودنتال لثه. عفونت بافت دندان های شما را در جایش نگه می دارد. این عادت به دلیل مسواک زدن و نخ کشیدن ضعیف در دندان ها ایجاد می شود که باعث پوسیدگی دندان می شود و یک فیلم چسبیده از باکتری بر روی دندان ها ایجاد شده و سفت می شود. در مراحل پیشرفته بیماری پریودنتال می تواند منجر به زخم و خون ریزی لثه شود.
مشکلات جویدن را دردناک می کند و حتی باعث از دست دادن دندان ها می شود که بوی بد دهان هم از بین نمی رود. بیشترین علایم پریودنت، لثه های قرمز یا متورم، لثه های حساس یا خونریزی پیدا می کند، جویدن را دردناک می سازد، دندان ها شل می شوند، دندان ها حساس می شوند، عقب رفتن لثه ها و طولانی تر شدن دندان ها. پیشگیری از بیماری پریودنت، دندان های خود را روز دو یا سه بار با خمیر دندان ها حاوی فلوراید مسواک بزنید. حداقل یک بار در روز دندان هایتان را نخ بکشید تا مواد غذایی باقی مانده از بین برود و از پوسیدگی دندان های شما جلوگیری کند. حداقل دو بار در سال برای نظافت حرفه‌ای بدندان پزشک خود مراجعه کنید. اگر سیگاری هستید لطفاً بلافاصله سیگار را ترک کنید. سازمان دندان پزشکی بین المللی استفاده از دهانشویه های حاوی ضد باکتری را توصیه می کند که به کاهش میکروب های دهان کمک می کند و از بروز عفونت و بیماری جلوگیری می کند. پوسیدگی دندان، پوسیدگی دندان اغلب حفره نامیده می شود. فرسایش سطح دندان است که در اثر ترکیبی از باکتری ها، اسید ها، پوسیدگی و تارتار ایجاد می شود. پوسیدگی دندان هم در کودکان و هم در بزرگ سالان شایع است و بیشتر در نتیجه عدم رعایت بهداشت دندان ایجاد می شود. پوسیدگی دندان معمولا در ابتدا بدون درد است، اما در صورت گسترش به عصب یا ریشه دندان ممکن است دردناک شود. علایم دندان درد، دندان درد، درد خود به خودی یا دردی که بدون هیچ دلیل مشخص رخ می دهد. حساسیت دندان، درد خفیف تا شدید هنگام خوردن، نوشیدن شیرینی و یا نوشیدن چیزی گرم یا سرد. سوراخ های قابل مشاهده در دندان های شما، رنگامیزی قهوه‌ای، سیاه یا سفید روی هر سطح از دندان، درد در هنگام نیش زدن. این بود قسمت اولی مشکلات دهان و دندان. در قسمت بعدی در مورد پیشگیری و حفاظت دندان ها صحبت خواهم کرد. با تشکر از توجه و همراهی شما.